فکر کنم رأی سنگینی میاره. آره من خودم هم غافلگیر شدم حقیقتش رو بخوای. حالا این خودمونی ما ضبط نمیشه. نه فرقی نمیکنه ضبط بکنیم. من علنا هم گفتم روزی که ایشون شنبه‌ای که ثبت نام شد خب من منزل بودم دیگه، همینجوری به اصطلاح گوش میکردم ببینم خبر اتر چی میاد اینا. شنبه فرداش که یک شنبه بود ماشین میمد دنبالم و منو میبرد دانشگاه باولسر. از قبل توی برنامه ریزی شده بود به اتفاق جناب آقای سردار دکتر حسین الله کرم که برای بعد از ظهر بسیج دانشگاه باولسر برنامه گذاشته. میگم از قبل برنامه ریزی شده بود، اینجوری نبود که مثلا فردای ثبت نام باشه. و من متوجه شدم که چه شور عجیبی بین دانشجوها هستش تو باولسر. بله تو باولسر. روز بعدش 72 ساعت بعد از ثبت نام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خودم، دانشکده خودم که کلاس داشتم و اینها، اونجا هم دیدم همین جوریه. و چیزی که برای من خیلی تعجب آور بود، یعنی شگفت زدم کرد، تعداد دانشجوهایی بود که من میدونستم که اینا تو دانشکده خودمون، حالا مال باولسر و ساریری که من نمیشناختم، ولی مال مال دانشکده خودمون یه چند تا از بچه‌هایی که من میدونستم اینا جزء فعالین سابق دفتر تحکیم وحدت و اینا هستن، که خب بعد از داستان‌های 22 خرداد 88 دیگه یه مقداری مشکلاتی پیدا کردن و خیلی دیگه چیز نبود، خیلی دیگه فعالیت نمی‌داشتن، زندگی معمولی می‌داشتن. اینها اومده بودن که به من گفتن خیلی جدی تو خوابگاه ها و تو برها جایی که دانشجو هستن خیلی جدی چیز شده، خیلی جدی ثبت نام ایشون یه موج ایجاد کرده. و اومده بودن میگفتن که خلاصه چیکار باید بکنیم، تا نصفه های شب میشینیم توی خوابگاه ها صحبت میکنیم، اونایی که مخالفن همچنان برای شرکت کردن، اونایی که میگن که نه باید شرکت بکنیم اینا. آره من فکر کنم چون تعداد آرایی که ایشون خواهد آورد خیلی زیاد هستش، بعد اون اسمس هایی که برای من اومده خیلی هاشم نمیشناسم، اکثریت قریب اتفاقشون هم نمیشناسم. آدم های مختلف مثلا اسمس دادن که من مثلا تو شیراز توی پاساجی مثلا شهر شیراز دو تا دهن مغازه دارم و میخوام اینو بذارم برای فعالیت برای ستاد آقای هاشمی. یه اسمس دیگه آمده بود که من به نمایندگی از تعدادی از معلمین و دبیران فرهنگیان بازنشسته سنندج میخوایم برای ایشون فعالیت بکنیم. یا آقایی که میشناختمش ایشون تماس گرفته بود که من در فردا مثلا روز یک شنبه شب دوشنبه من توی اتحادیه قصابا و توزیع کننده های گوشت تهران بودم و اتحادیه میخواد خیلی جدی پشت سر آقا. بله و خیلی خیلی دانشجوها مراجعه میکنن که ما نمیخواستیم رأی بدیم ولی از وقتی که ایشون اومده ثبت نام کرده ما خیلی جدی میخوایم بیایم برای انتخابات، میخوایم شرکت کنیم و رأی بدیم. و اساتید همینطور، دانشگاهی ها همینطور. جلسه گروه بود، من دیدم خیلی از اساتید خیلی استقبال کردن از آمدن ایشون. اینی که مگر اینکه به شکل دیگری مثلا جلوی ایشونو بگیرن، مثلا رد صلاحیت ایشون رو بکنن، ولی اگر ایشون به طور طبیعی بیاد و انتخابات برگزار بشه، به نظر من یه چیزی مثل 2 خرداد 76 داره اتفاق میفته و از الان من دارم شروعشو میبینم، آغازشو میبینم.